جنرال دوستم معاون نخست رئیس جمهور پس از بازگشت از یک عملیات نظامی ولسوالی غرماچ در یک نشست خبری در شهر شبرغان از رهبران حکومت سخت انتقاد می کند. آقای دوستم رئیس اجرایه را یک شخص ناتوان می داند و نیز درباره رئیس جمهور ناگفته های دارد. دکتر صاحب عبدالله تاجی که باشه، هر چیزی که باشه، اینمی ناتوان است، اینمی آدم و نام نیک نداره در بین مردم. ایره ما رئیس جمهور چی بید؟ رئیس جمهور کسی که پشتو گپ بزنه آدم خوبه، او پشتو هم گپ بزنه از لوگر باشه بسیار خوب داره. معاون نخست رئیس جمهور تاکید می‌ورزد که برخی از کارهای حکومت وی را خسته ساخته است. ما را گپم شما باور کنید، از رئیس جمهور پوت است، رئیس جمهور از دیگه پوت است، یک سیاست یک یپای روانه آدم تبخ هستم. در این حال نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب در همایش در ولایت پنجشیر حکومت را به قومی ساختن و سیاسی ساختن نهادها متهم می سازد. ای چی فایده میکنه که امروز ما در حکومت باشم کل تاجیکا رو بیارم در حکومت؟ ای خودش یک عکس العمل به وجود میاره. و چی فایده میکنه که یک برادر پشتون ما در رأس حکومت باشه باز کل نهادهای حکومتی را از وطن دارای پشتون بسازه؟ هیچ فایده نمیکنه. اقوام دیگه عکس العمل نشان میده. بزرگان اقوام و فرماندهان جهادی در این همایش از دامن زدن به اختلافهای قومی ابراز نگرانی می کنند و از مردم می خواهند که در برابر دسیسه های بیرونی بسیج شوند. پیلی حکومت په دوران دو کلو که دی قومونو په منځ کې فاصله را وسته ده، قومونه سره لري کړی دي، افغانان ټول یو افغانان دي. حکومت ملی وحدت نه غواړي، ورونو دا ملی په تفرق باندې کار کوي په ډاډه ویما. این نخستین بار است که رده های بالای حکومت از قومی شدن نهادهای حکومت ابراز نگرانی می کنند. تا کنون ریاست جمهوری در برابر این اتهام ها واکنش نشان نداده است.